با سلام خدمت شنوندگان عزیز آی رادیوز، در مراسم شب یلدا هستیم امشب در کنار شاعر، کارگردان و بازیگر مطرح شهرمون آقای سیاوش شبانپور عزیز که افتخار دادن و قطعاتی از اشعارشون رو امشب برای ما خوندن. حال شما آقای شبانپور خوب هستید؟ ممنون، مرسی. مرسی از اینکه امشب اومدین و با اشعار زیباتون شب بسیار زیبایی رو برای ما ساختین. آیا میتونید یکی از اشعارتون رو برای ما بخونید یا راجعش صحبت بکنید؟ اشعار آخری رو که میخونم که الان دستم نیست، ولی میتونم راجعشون صحبت بکنم. بفرمایید. بالاخره البته بیشتر دلم میخواد راجع به امشب صحبت کنم. بفرمایید، خواهش میکنم. من دیدم که چه جوری همه بچه‌ها و مخصوصاً رویا داشت برای امشب زحمت بکشید و چقدر عشق گذاشت پشت امشب و نتیجهش هم خیلی خوب شد. حالا شعر من که هیچی، ولی خود رویا و اون خانم شیر، اگه اسمشون رو اشتباه نمیترسم اشتباه بگم، که اومدن خوندن، آقای بهرامی عبدالرضا، یعنی واقعا سطح برنامه، حالا غیر از خودم، سطح برنامه واقعا بالا بود. درسته. من مدت ها بود که یک برنامه شعر اینقدر منسجم درست تورنتو ندیده بودم و من الان سال هاست که شعر دیگه به اون جدیت نمیگم، شاید یه سال شعر نگفتم و فکر کنم یه چیزایی مثل این امکان داره این انگیزه رو آدم به وجود بیاره که آدم دوباره شعر بگه، جایی باشه که همه دور هم جمع باشیم و بتونیم بخونیم این اشعار رو. اینقدر استاندارد خوبی داشته باشه برنامه، واقعا استاندارد خوبی داشت. دست رویا و همه خانم ابراهیمی و همه بچه ها درد. بسیار عالی، خیلی ممنونم. مرسی آقای شبانپور، متشکرم. شب سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز آی رادیوز. امشب یک مهمان بسیار ویژه داریم در مراسم شب یلدا. خیلی ها ممکنه بشناسیدشون رو، ولی ازشون میخوام که دوباره خودشون رو معرفی بکنن. من سلام عرض میکنم به شنوندگان آی رادیو. حالا نمیدونم چرا آی کوچیک نوشتم. من کسانی که رسانه به خوبی رو دارم باید آی بزرگ بنویسم. کار بزرگ انجام میدم. من آتش تقی‌پور هستم. امیدوارم که واقعا اینجا دور از وطن زندگی خوب، شاد و سازنده داشته باشیم. منم امروز توی این جلسه شرکت کردم، دیدم چقدر خوب شعر خونده میشه و چقدر آدم های فرهیخته اینجا جمع شدن و آرزو میکنم این جلسات همیشه تکرار بشه و منعکس بشه در آی رادیو. خیلی ممنونم از شما، متشکر از اینکه هستین امشب اینجا و امیدوارم که بتونیم یکی از قطعات شما رو امشب بشنویم روی صحنه. قربونتون، ان شاء الله که موفق باشید. خیلی ممنون، متشکرم. شب خوبی داشته باشید. با سلام مجدد خدمت بینندگان و شنوندگان آی رادیوز، در مراسم شب یلدا هستیم امشب در کنار آقای امین و آقای و شما از کجا امشب تشریف آوردین؟ از آرت گالری؟ ما از ریچ آرت گالری اومدیم، شنیدیم که گت توگدر هنرمنداست. خب خیلی خوشحال می‌شدیم که بتونیم بیایم اینجا و بتونیم هنرمندا رو از نزدیک ببینیم. شب بسیار زیباییه، هم عطرا رو می‌بینیم. دست خیلی خوشحال بود اینجا ما. بسیار عالی، امیدوارم که لذت برده باشه تا اینجا از اجرای برنامه‌ها. آیا خودتون هم قرار قطعه‌ای از اشعار خودتون رو امشب بخونید؟ بسیار همالی، بسیار همالی. اسم شعرتون؟ پنجره است. پنجره. بله. بسیار همالی. پس ما بی صبرانه منتظر شنیدن شعرتون هستیم. متشکرم از شما، ممنون. شب خوبی داشته باشید. مرسی. با سلام مجدد خدمت شنوندگان آی رادیوز، امشب با شما هستیم همراه با آقای دریا. بسیار همالی. نظرتون راجع به برنامه امشب چیه؟ چون میدونم یکی از اولین دفعاتیه که شب شعری به این شکل در تورنتو شکل گرفته. نظرتون می‌خواستم. خیلی دوست داشتم، خیلی دوست داشتم. من برای یکی از دوستام گفتم، راهنمایی که بودم صبح جمعه با پدرم می‌رفتم انجمن ادبی، خیلی رسمی می‌نشستیم در یه ستابی الفنر این بزرگی و مثلا دو سه ساعت شعرخونی خیلی جدی و بعد از اون واقعا تو این نمی‌دونم خیلی زیاد 20 سال پیش نیومده بود. و امشب قشنگ هیجان زده شدم، نوستالژی بود برام، لذت بردم. خب با بعضی از شعرها حسابی ارتباط برقرار کردم. الان دوست دارم برام بگم مثلا این شعرتون رو میشه من داشته باشم. خیلی کار خوبیه. کاش ادامه پیدا کنم. کاش مثلا ما ساپورت کنیم. دقیقاً. منتظر بودم که ما چجوری میتونیم ساپورت کنیم.
به این برنامه ادامه داشته باشید. همچنین همچنین مرسی، ممنونم از شما، شب خوبی داشته باشید، خدا نگهدار. با سلام مجدد خدمت بینندگان و شنوندگان شبکه آی رادیوز، امشب در مراسم شب یلدا هستیم و یکی از اسپانسرهای عزیزمون رو در کنارمون داریم. اسم شریفتون؟ پری هستم. خیلی هم خوشبختم. چی شد که این برنامه رو اسپانسر کردید و ممنونیم از اینکه اسپانسر کردید این برنامه رو؟ خیلی افتخار بزرگی بود که در خدمت شما عزیزان باشم امشب. بیشتر هدف من این بود که برای کسایی که شعر و ترانه دوست دارن بیشتر بشناسن به زبان فارسی، بیشتر آشنا بشن و امیدوارم که این برنامه ادامه پیدا بکنه و ما بتونیم برنامه رو بزرگتر اجرا بکنیم و بتونیم دوباره در خدمت شما هستیم. بسیار عمالی. و اینکه میتونم بپرسم شما اسم بیزنستون چیه؟ از کجا اسپانسر کردین ما رو؟ مادرن کلینیک هستش. بیشتر کارهای کازمتیک انجام میدیم و کارهای نیمه سرجری هم انجام میدیم. در یانگ فینچ هستش. بسیار عمالی و ممنونیم از شما که این برنامه رو ساپورت میکنید و شما دلیل اصلی هستین که این برنامه ها در شهر تورنتو ادامه پیدا میکنه. خیلی ممنونیم از شما، مرسی، شب خوبی داشته باشید، خدا نگهدار. با سلام مجدد خدمت بینندگان و شنوندگان آی رادیوز، در مراسم شب یلدا هستیم در کنار یکی از شعرا بسیار عزیز شهر تورنتو، خانم بهار الماسی. بسیار همالی. خانم الماسی، ممکن هست که برای ما یکم توضیح بدید راجع به برنامه امشب و راجع به کتابی که فرمودین قرار چاپ بکنید در آینده و راجع به کارهایی که تا الان پابلش کردید؟ با سلام. والا امشب بعد از مدت ها ما یه شب شعر خوب داشتیم. خیلی وقت بود که تو تورنتو به این شکل شب شعر نداشتیم. به هر حال تورنتو شهری که پر از شاعره و همیشه ما در طی سالهایی که من اینجا بودم شب شعرهای خوبی برگزار میشد، ولی یه وقفه طولانی مدت افتاده بود. درباره کتابم پرسید، یه منظومه بلند در دست چاپ دارم از شعرهای پست مدرن که به هم یه منظومه طویله. بسیار عالی. و غیر از اون دوتا کتاب هم قبلا چاپ کردم، یه کتاب مشترک به اسم حروف سربی بود که با آقای رضا براهنی روزبهانی خواهش بکنم، رضا روزبهانی در ایران چاپ شده. یه کتاب هم قبل از اون به نام دختر خرداد بود که در کانادا چاپ شده و امیدوارم که حالا کتاب آیندم تا عید. بسیار عالی. و این منظومه‌ای که فرمودید قرار در کانادا چاپ بشه؟ بله. و اسم هنوز اسم براش انتخاب نکردید؟ اوکی، پس به ما اطلاع بدید که ما به شنوندگانمون هم بگیم. از با سلام مجدد خدمت بینندگان و شنوندگان آی رادیوز، امشب در مراسم شب یلدا هستیم و با مجری برنامه و بنیانگذار برنامه میخوایم صحبتی کوتاه داشته باشیم. خانومه منده رویا ابراهیمی هستم. بسیار ممنون، مرسی. ممنون اولا از این برنامه بسیار زیبایی که تدارک دیده بودید. اگه ممکنه یه ذره راجع به این برنامه برام صحبت کنید و بعد راجع به اشعار خودتون و کتاباتون. حتما. این برنامه افتتاحیه عصر شعر و ترانه بوده که به همت دوستان و فعالان فرهنگی تشکیل شد و ایده اولیه این قضیه از اینجا بود که ما تصمیم گرفتیم که حرکتی باشیم برای احیای شعر فارسی در تورنتو و اینکه بتونیم آموزش بدیم، آموزش بگیریم، یاد بگیریم و یاد بدیم و باعث زنده نگه داشتن شعر و شکر فارسی باشیم. بسیار عالی. برای جا به اشعار خودتون میتونید کمی بر ما توضیح بدید؟ حتما. فقط قبل از اون من میخواستم خدمتتون بگم که این برنامه هر دو هفته یک بار خواهد بود. بسیار عالی. و اینکه اگر دوستان بتونن حالا از طریق اینستاگرام من رویا ابراهیمی به من اطلاع رسانی کنن حضورشون رو، که من حتما جلسات رو بهشون میگم که چه روزی و چه ساعتی خواهد. بسیار عالی. اشعار من در یک کتابی به اسم دیکتاتوری با چشمهای قهوه‌ای چاپ شده که چاپ دوم کتاب در حال اتمام هست و خدا رو شکر استقبال خوبی از کتاب شعر بنده شد. این کتاب حاصل 15 سال نوشتن من که متاسفانه درگیر سانسور شد و با نقطه چین های خیلی زیاد چاپ اول چاپ شد و چاپ دوم به طور کامل سلاخی شد و الان توقیف هستش. من یک خط از شعرتون رو شنیدم، فکر می‌کنم شعر خودتون بود، شعر تخت جمشید که داشتید می‌خوندید. با
بسیار زیبا بود و من به شخص خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. امیدوارم که بتونیم این اشعار رو شما رو تهیه بکنیم و اگر به ما بگید از کجا میتونیم تهیه بکنیم برای شنوندگان عزیزمون. خواهش میکنم، من فکر میکنم که پی دی افش تو فضای مجازی موجود باشه، ولی نهایتاً من سعی میکنم که کتاب رو از توقیف در بیارم و اینجا در کتاب فروشی های اینجا منتشر کنم، ولی اگر نهایت هم نشد توی گوگل با یه سرچ ساده میشه پیدا. بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما و از این برنامه زیبا. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.